بهشون بگم که اصلا به عنوان شغل بهش نگاه نمی کنم. به نظر من یه معضل اجتماعیه و واقعا اگر که ما قرنیه فروشی و کلیه فروشی و شغل بدونیم، اینم میتونیم شغل بدونیم، اینم به عنوان یه شغل میتونیم در نظر بگیریم. یعنی شما میگین چون بعضی یعنی شما ادعاتون اینه که چون بعضی ها مجبورن به خاطر فقر شدیدی که توش هستن مجبورن تنفروشی بکنن، به این دلیل شما تنفروشی رو یک موزل میدین، درسته؟ بله از نظر من، من حالا کاری ندارم که کسانی هستن به چشم لذت بهش نگاه میکنن، یا یکی از دوستان برای من نوشته بود خیلی ها میرن توی هتل های لوکس مثلا فلان کشور دبی، اصلا من اونا رو در نظر نمیگیرم. به عنوان یه معضل اجتماعی توی کشور ایران مثلا بخوای حساب کنی که طبق همین آیا مثلا یک مردی که به شدت احتیاج به پول داره و داره مثلا توی یک معدن کار میکنه، خب مثلا زیر آفتاب با کلنگ داره مثلا از فیزیکی هم کلی مثلا داره هزینه میده ولی مجبوره که این کار رو بکنه به خاطر فقرش، اینم یک معضل اجتماعی میدونید یا نمیدونید؟ خیر من اونو معضل اجتماعی نمیتونم، چون من توی این کار هیچ تولیدی نمیبینم، یعنی هیچ چیزی نمیبینم. وقتی اتفاقا یکی از دوستان اینجا گفتن که فوتبالیستان به پول خیلی زیادی توی مدت کمی میرسن، فوتبالیست عضله قدرت عضلشو به فروش میذاره تو اون تایم به پولی میرسه، ولی من الان من داشتم فکر میکردم مثلا یه بچه کوچیک وقتی کوچیکه ازش بپرسن تو در آینده دوست داری چه کاره بچی، بگه من دوستم تنفروش بشم برم کنار خیابون بیستم، یه نفر بخواد مثلا من سکس ورکر بشم، فکر نمی کنم. یعنی واقعا فکر نمی کنم کسی از بچه شما میگین. ببینید از یه موضوع به یه موضوع دیگه پریدیم. خب اول گفتین که چون بعضیا فقیرن و مجبورن، گفتین یه موزل اجتماعیه، بعد که من مثال زدم یک مردم که به خاطر فقرش ممکنه تو معدن مجبور کار بکنه، گفتین نه این، گفتین اینو موزل اجتماعی نمیبینیم به خاطر که اون داره یه چیزی تولید میکنه و این زن یه چیزی رو تولید نمیکنه. خب پس مثلا یک مردی که مثلا تو خیابون داره ویالون میزنه و مردم دارن از این ویالونش مثلا لذت میبرن و مثلا پول میدن بهش تو خیابون، آیا این موزل اجتماعی هست یا نه؟ ببینید ویالون، من حالا شاید نتونم منظورم خیلی خوب بتونم برسونم به خاطر اینکه دایره کلماتم واقعا شاید اونقدر زیاد نیست، ولی به نظر من خیلی فرق میکنه کسی که ویالون میزنه داره هنر نوازندگیشو به نمایش میذاره. درسته میدونم فرق میکنه، ولی معیارای شما داره عوض میشه. خب متوجه هستی که معیاراتون داره عوض میشه؟ من نمیخوام اینو اجازه بدید من یه لحظه حرفم کامل کنم. چشم. ببینید کسی که مثلا کلیه یه دونه از کلیهشون میفروشه که مثلا بگه آره یه کلیه دیگه دارم بالاخره اون میتونه بدنمو نگه داره، یا الان قرنیه چشمشون رو، من اصلا بین زن و مردم هیچ تمایزی در نظر نمیگیرم، و اصلا این در مورد هم مرد هم زن، یا مثلا یکی از قرنیه چشمم بفروشم که بالاخره با اون یکیش میتونم ببینم، این حالا ارگان جنسیشو نمیتونه بفروشه، به اجاره میذاره. مثلا در وقتی که من اینجوری میخوام اینو بخوام توضیح بدم اینه که مثلا شما به عنوان یه غریزه جنسی و شما در نظر بگیر وقتی که تو گرسنه هستی مثلا دو بشقاب پر مثلا از یه غذایی که خیلی هم دوستش داری بخوری سیر میشی، ولی تو 4 تا بشقاب 5 تا بشقاب بهت بدن، خیلی پولم بهت بدن، تو نمیتونی اونو بخوری، بالا میاری. اینم دقیقاً همینه. تو من نمیدونم، من سوالم هنوز حرف شما تموم شد، من هنوز نفهمیدم که چرا این موزل اجتماعی هست. من نمیگم نیست، شاید هم باشه، خب ولی من گفت اول گفتی که صدمه میرسونه به روانت، خیلی صدمش خیلی بیشتر از اون چیزی هست که وقتی کارگری توی معدن داره انجام میده. البته یعنی اگه ما کاری پیدا هر کاری که صدمه بزنه به لحاظ فیزیکی و روانی به شما، اونو یک موزل اجتماعی میبینید؟ بله اگه از لحاظ روانی و جسمی مثلا خیلی تو شرط خیلی سختی. شما اگه مثلا پلیس باشی، مثلا شما اگه پلیس باشین توی منطقه خیلی بدی که هر روز مثلا احساس استراب میکنی که امروز روز آخرم هست یا نه، این پلیس بود مثلا این کارو، این کار این شخص رو یه موزل اجتماعی میبینید مثلا؟ درسته؟ از لحاظ روانی مثلا همش استرس داری، هر روز داری میری بیرون، اونم به یه جور دیگه میتونی بهش نگاه کرد. الان ما داریم فوکوس میکنیم روی تاپیکمون، این که تنفروشی، و اون بالاخره یه شغله که تو
اونو انتخاب کردی. حالا این شغلو معمولا من گفتم که از طبقه متوسط به پایین رو دارم، کسایی که باشه. ببین از یه معیار داریم میپریم روی معیار دیگه. اگه موضوع اینه که طبقه پایین بعضیا مجبورن، اگه معیار اینه، خب پس شما باید اون کسی که تو معدن هم داره کار میکنه به خاطر فقرش مجبوره، اونم باید مسئله اجتماعی ببینید. اگه میگی نه اون داره یه چیزی تولید میکنه، کسی که مثلا داره تن فروشی میکنه چیزی رو تولید نمیکنه، خب پس کسی که داره ویالون میزنه برای لذت بقیه، اینو باید مسئله اجتماعی ببینید. اگه میگی نه خب این صدمه روانی، مثلا از لحاظ روانی هزینه داره برای کسی، خب اون پلیسی هم که مثلا استرس داره از روز کارش، اونم باید مسئله اجتماعی ببینید. اگه از لحاظ فیزیکی مثلا هزینه داره برای کسی که داره این کار انجام میده، خب اون کسی که تو معدنم کار میکنه فیزیکی هم داره هزینه میبینه، اونم باید من هر کدوم میخوام دست میذارم روش، شما میگی نه فرق داره، بعد از اون معیار میپری روی معیار دیگه. میدونی از چه میگی؟ نه این نیست، اون معیار دیگه است. من میگم پاسا این چی، بعد میپرین روی معیار دیگه. یعنی شما، من میخوام اینو بدونم که یعنی شما کسی که از روی مجبوری، یعنی هیچ آلترناتیو، یعنی هیچ جای هیچ چیز دیگه براش راهی نمونده، هیچ شغل دیگه ای که حتی خیلی هاشون، من یه کتابی هست به اسم کتاب روسپیگری، نوشته فکر میکنم سعید غفروخی هستش، خیلی از روسپیات صحبت کردن، خیلی هاشون گفتن که من دوست حتی میخوام یه کار ساده‌ای در اختیار من نبود، حتی یه کار ساده‌ای در اختیار من نبود، حتی به قول شما کار معدن من اینو دوست ندارم. من دوست ندارم. پس ذاتن میتونه ذاتن مشکل خود تنفروشیه، یا اینکه میشه مثلا میتونیم مثال برای تنفروش فرض کنیم، مثلا ما اگه تنفروشی باشه که مثلا مجبور نباشه این کارو بکنه، خب و از لحاظ فیزیکی و روانی هم بهش هزینه ای وارد نمیشه، آیا شما این تنفروشی رو مضل اجتماعی میبینید یا نه؟ ببین من کلن حالا از روی طبقه های اجتماعی بالا، یه آقای اینجا اومدن صحبت کردن با انتخاب خودشون گفتن من خودم چوز میکردم، انتخاب میکردم که با کی باشم، اینو من اصلا مدل اجتماعی نمیتونم. یعنی که فلان خانوم در فلان جا به خاطر تحصیلاتش و اینکه یک چیز میخواست مثلا به عنوان یک پرش از جایی که خیلی پایین تر مثلا ارتقا پیدا کنه یه سطحی از زندگیشو اونونه، ولی وقتی که تو مجبور باشی، من درست. اینجا فقط اینم اینه که تو جایگزینی نباشه برات، انتخاب دیگه نداشته درست. پس بستگی به شرایط داره که مدل اجتماعی باشه یا نباشه، درسته؟ بله بله بله. پس اگه بستگی به شرایط داره، ذاتن تنفروشی بد نیست، شرایط میتونه بدش بکنه. بله خیلی میتونه سختش کنه. وقتی تو قدرت انتخاب داشته باشی، هیچ وقت من خودم کودکی رو به یه مثال دادم، هیچ کودک به نظر من، البته خب من جامعه آماری ندارم، ولی اینکه از بچه مثلا بپرسن که تو در آینده میخواد، اون یکی میگه که خلبان میخوام بشم، میخوام معلم بشم، پرستار، دکتر، ولی یه نفر بگه من میخوام برم کنار خیابون، اصلا میخوام برم سکس ورکر بشم، آخه بچه اصلا نمیدونه یعنی چی. خب ولی بچه اصلا معدنم من هیچ بچه هم تا ندیدم بگه که من دوست دارم با کلنگ برم تو معدن کار کنم، اینم نمیگن، درسته؟ من از این بازیام هستش دیگه. نه شما دیدین یه بچه بگیم ازش بپرسیم شما بزرگ شدی میخوای چی کار بکنیم، میگه من دوست دارم تو آفتاب برم با کلنگ تو معدن بسنم کار بکنم، همچنین شنیدین؟ من نشنیدم، درسته؟ من هم اینو نشنیدم، ولی من به عنوان یه چیز پست، یه چیزی که اون از لحاظ انسانی خیلی خیلی پایین تر میدونم. حتی الان شما مثال معدن رو زدی، من یعنی بدترین، یعنی نقطه آخر، پایین تر از، یعنی ایستگاه آخر میدونم اینو، بدتر از هر چیزی تو ذهنتون اینو پایین تر میدونم. سرباز بودن چی؟ مثلا شما وارد میدون جنگ بشی تیر بخوری؟ اون به خاطر یه آرمانی رفتی، حالا شاید اون آرمان تو ذهنت بوده یا اینکه بهت دیکته شده، ولی اونو خیلی یعنی به نظرم مقایسهش هم نمیشه مقایسه کرد اینو. من مقایسه میکنم، ما داریم در مورد اینکه این یه شغله و خیلی اوکی، خیلی کوله، من انجامش میدم از این لحاظ. ولی خب ولی شما قبول کردین که ذات، یعنی شما قبول کردین که در شرایطی میتونه وجود داشته باشه که تنفروشی بد نباشه، اینو قبول کردین؟ بله بله درست. من اوکی. میگم الان حتی یه آقایی خودشون اونجا اومدن صحبت کردن، خودشون به عنوان تجربه شخصیشون گفتن، من اصلا اونو انکار نمی کنم، شاید یکی دوست داشته باشه یه انسانی باشه. حرف شما درسته. نکته دیگه هم می‌خواید اشاره کنی؟
نه مرسی، ممنون که به هم وقت دادیم. من میام پایین گوش میکنم. ممنون استفاده کردیم. بریم سراغ. ممنونم. حالا اینجا من یه کامنت میتونم بذارم؟ بگو. من فقط صرفا بخاطر این ببینید، این اون شخصی که این کارو میکنه با یه انگیزه این کارو کرده. البته افرادی هم از حالا در مورد خانم ها یا برشکلی که اینا مجبور میشن، حالا اون بحث های مافیایی اون مسائلی که تو فیلم ها هست بیشتر، حالا در واقعیت هم هست ولی تو مافیا، ولی کسی که انتخاب آگاهانه کرده، آزادانه این انتخاب کرده، مثلا شخص خود من یه انگیزه ای داشتم، این انگیزه منو توجیه میکرد، یعنی اینکه من باید در یک مدت زمان کمی به یه پولی میرسیدم و این پول از طرق یه چیز معمولی امکان پذیر نبود دیگه، یعنی آدم باید منطقی باشه با خودش، یعنی امکان پذیر نبود که تو در این مدت زمان کم به یه همچین پولی برسی. خب بعد یا میرفتم مثلا مواد مخدر میفروختم یا نمیدونم فلان اینا، بعد یه دفعه این چیزی هم که یه دفعه جلو پام سبز شد، یعنی که من رفته بودم یه جای کار کنم، واقعا داشتم کار میکردم، بعد یه دفعه خب امکاناتش هم داشتم. این خیلی مهمه ها، اینو اشتباه نکنین، اینی که دوستانی که میگن مثلا فوتبالیست و اینا، اتفاقا شما باید دارای یک سری قابلیت ها باشی، چه جسمی چه روانی. اول جسمی، چون جسم شما هستش که خب بر اساس جسم شما رو بوک میکنن دیگه، چون شما شناخت روحی که از شما ندارن. ولی من مشتریم داشتم، مثلا من میرفتم منو بوک میکرد، ما اصلا با هم سکس هم نمیکردیم، فقط مثلا هم کوشل میکردیم، با هم گپ، دوستش با من فقط حرف بزنه، گپ بزنه، یه همچین حالتی. ببین اینا هست، ولی اون انگیز برای خود من، اون انگیزه اصلیه خیلی قوی بود، به خاطر همون برام دیگه اصلا مهم نبود چه اتفاقی میفته. حالا چرا یه سری چیزاش مهم بود، مثلا گفتم به خاطر مسئله پوستی و اینا برای من خیلی اولش مشکل بود تو ذهنم باش کنار بیام. و یه مطلب خیلی مهم دیگه، بعد از یه مدتی احساس میکردم دارم کار خوبی میکنم، احساس میکردم وقتی که دارم این کار رو میکنم، حالا تو هر پرستیج اجتماعی که هست مشتری من داره منو بوک میکنه، این نیاز داره به این قضیه، یعنی به این قضیه 100% نیاز داشت که داشت بابتش پول پرداخت میکرد. حالا میگم افرادی بودن که واقعا مثلا فوق‌العاده متمول بودن، افرادی هم بودن که اصلا متمول نبودن، معلوم بود یه کارمند معمولیه ولی به هر صورت داره بابت این قضیه پول پرداخت میکنه، یعنی یک نیاز داره و بابت این نیازش من داشتم این نیاز این شخصو برطرف میکردم. اصولا هم خیلی به ندرت میشد که مثلا تو کنجکاوی بکنی که اصلا چرا و به چه علت. من زیاد دوست نداشتم وارد اینا بشم که برای خودم دغدغه فکری به وجود نیاد، یعنی فقط اون ساعتم اون بوکم تموم شد میومدم بیرون. خیلی ها اتفاقا خیلی دوست داشتن توضیح بدن، سوال کنن، از من سوال کنن، یه بحث بود. ولی جمهوری بی خدایان